امروز قراره خیلی اتفاقا بیفته، قراره که 24 ساعت وارد زندگی شخصی من بشین. الان ساعت 5 صبح، من تازه از خواب بلند شدم. من و امین توی شرکت کار میکنیم، ما هم همکاریم. همکارم با آبی سن ناصل سن بی تربیت یکم الان مشغول صبحونه خوردنی. ساعت همونجوری که گفتم 5:50 صبح، دست صبحتونو میکشیم. ساعت 5:23 خیلی دیرمون شده، باید همین الان حرکت کنیم. زمستونا که بود این موقع صبح که ما میرفتیم سر کار همه جا تاریک بود، ولی الان دوباره روشن شده. 5:25 ما 6 بعد سر کار باشیم. 6 تا 2 ظهر. پاره نشدی 4 ساعت خوابیدی؟ یکم آره مطمئنی یکم بیشتر از یکم. خیلی پرسیده بودن شغل چیه. من شغل اصلیم مکانیک شرکه صنعتی ام، مسئول خط تولیدم. وظیفه‌م اینه که اگه دستگاه خراب شد و اینا مشکلاتشون رو برطرف کنم. شغل دومم فروشنده آمازونم، توی اروپا جنس می‌فروشم. چند وقت آلمانی؟ 7 سال، آپریل 2014 تا الان. تا الان هم ایران نرفتم. خانوادت هم نید؟ نه، تنها اومدم آخر. داداشام و مادرم ایران هست، بابام هم که فوت شده. مهران صبح تو با چی شروع میکنی؟ میاو میاو ماته. چه سوالیه، تو آدم به میاو میاو خیانت کردی. امروز میاو میاو تو صندوق عقب بود، بعد ما خیلی بد پاک کرد و نتونستم بیارم. تازه رسیدیم سر کار، ساعت 5:45 است. 6 بعد شروع کنیم تا 2. توی شرکت نمیشه فیلم گرفت، ممنوع متاسفانه. 8 ساعت دیگه میبینمتون. الان ساعت 10 صبح، وقت استراحتمون. اومدیم توی سالن غذاخوری شرکت یه غذایی بزنیم به بدن انرژی بگیریم. اولین غذای آلمانی که من خوشم اومد املت تخم مرغ با سیب زمینی و سوجوک تو سیس ترکی، خیلی باحال. ویو رو حال کن، قطار رد میشه. ما بریم یه غذا بزنیم برمیگردیم. دیشب من ساعت 12 خوابیدم، صبح 4:30 بلند شدم. امیدوارم برم خونه خواب نرمالم. 4 ساعت میبینم که چوری تو خونه انرژی ندارم، خستم. اون موقع که من 10 ساعت در روز کار میکردم، آخر هفته 5 شنبه نمیخوابیدم. جمعه میرفتم سر کار، تا ساعت 5 از سر کار بودم، یعنی تقریبا میشه گفت 30 ساعت بیدار بود. بعد میومدم خونه بیوش میشدم. واسه موقعی که من واسه پابجی 4 روز پشت سرم نخوابیدم. زندگی سخته، ولی میام میام مته بخور زندگیت آسون شه. بچه ها تو کامنت ها بنویسین که شغلتون چیه و از کجا. به 76 روش از 3 زاویه. امروز هم 20 دقیقه اضافه کار برداشتم. تمام نمیشد لامصب. این کارو کن اون کارو. لعنت بهت، من 20 دقیقه است ماشینم الان. آره 22 دقیقه. یه همکار آلمانی دارم، بعد لامصب خیلی دعیسه. قرار بود 7 و نیم ساعت وایس کار کنه. میدونی چند ساعت کار کرد؟ 3 ساعت. میدونی 4 ساعت چیکار میکرد؟ رفت این ور اون ور با بچه‌ها صحبت میکرد، سیگار میکشید، پوزه میکرد. بعد ساعت 2 که تعطیل شد، حتی کار خودش هم انجام نداد. یهو من دیدم نیستش. رفت که من انجام بدم دعیسه. فردا دارم چه سرویس میکنم؟ بزن بیا. بریم کجا الان؟ بعد زنگ امیر بزنم. زنگم زده. شما دیگه الان میری این تو دیگه. نوشته برو چند تا فیلم سکسی برای دریا یا کیمیا بفرست. خب چی کار کنیم؟ من شماره کیمیا رو که داریم فیدبک میدیم واسه کار جدید. کارا رو بعد امشب بذارم تو یوتیوب، ولی خب متاسفانه وقت نمیشه. الان ساعت چنده به وقت ایران؟ 2:30. 5 2:30. کار خود سخت‌تر تو یوتیوب سرچ؟ نه سخت‌تر نیست، مغز تو خیلی درگیر می‌کنه. بعد ایده داشته باشی، خلاق باشی. تو ادیت نمی‌زنی خودت. اگه ادیت می‌زدم که اصلاً نمی‌تونستم برم سر کار. اونایی که هم یوتیوبرن هم ادیت می‌زنن، درنشون سرویسه. هر ویدیویی که ادیت می‌زنیم شاید طول می‌کشه 3 تا 4 روز. ما میریم سراغ کامنت بعدی تا اینکه دریا بریم پیام بده. صادق نقطه بدون آیفون 3GS دارم. خیلی وقتش خریدم، گذاشتم اینجا یادگاری. خوبه که آدم هیچ وقت گذشتهشو فراموش نکنه. بیر کنار ده بیر کشه ده یار مسن ده والله. چت ما بریم دنبال امیر. امیر الان منتظر ماست. شاید دوری زدیم توی شهر، شاید دو تا حرکت بال با هم زدیم. با ما همراه باشین. یا من هلو من واتس اپ. اورایت بریم خرید. هر جا بری خرید بعد وقت
داشته باشی. تست کرونا بگیری. نه تستو برداشتن قانونش. تو آلمان دیگه مغازه الان دوباره باز شده. ولی خرید میخوای بری باید همیشه تو اینترنت از قبل وقت بگیری. چه سفارشی؟ ببینه بهتره که. سایزت نباشه. سایزت ام چند سایز؟ شاید دوستش باشم گشادتر بشه. ال بخر اگر اندازت نبود من برمی‌دارم. ام هم بخر اگر اندازت نبود امیر برمی‌داره. ما همیشه یکی رو داریم لباس بهش بدیم. اگر بین ام و ال بود بده به علی. علی بین ام و ال. اگر مثلا 6 لارج بود بده علیرضا. همکار داریم هم کوچیکه هم خب میدونه زیاد زور نره. یه سری اونبا داشت بعد قطعات دستگاه رو عوض میکرد. یه قطعه است تقریبا 60 کیلوشه. همیشه اینا میان از این واگنا میارن قطعه رو میذارن روش بعد جابجا میکنن. ما یه همکار داشتیم اسمش عمر بود، ترک بود، خیلی هیکلی بود. به عمر گفته بود قطعه اونجاست، برو یه واگن بیار که با هم قطعه رو بزنیم رو واگن بیاریم بزنیم تو دستگاه. زن خودش رفته تو دستگاه اونبا کنه، میگه سر ما برگردونم دیدم عمر قطعه رو گرفته رو زیر سینه‌اش داره میاد سمتم. گفت مثلا بعد کار جامونو تمیز کن. من یه دو روز هی میرفتم سطح پر میکردم، تی میآوردم تمیز میکردم، ندیده بودیم. بعد روز سوم اومد یهو دید گفت داری چیکار میکنی؟ گفتم دارم تمیز میکنم دیگه. گفت نه این کارا چیه میکنی؟ بعد من دو ساعت تمیز میکردم. گفت این کارا چیه میکنی؟ گفت بیا برد منو یه دونه این ماشین کوچیکا بود که تمیز میکرد. سوار شد تمیز کرد کلا تو 3 دقیقه. گفت اینجوری فرداش من اینو میرفتم برمیداشتم ولیده اونجا رو تمیز میکردم، همه جا رو در واقع دیریف میکشیدم. بریم دور بزنیم پیاده، بریم سمت خونه دیگه. جو دره چاست هوا خوب آب داری؟ آره تو صندوق. ببین از امکانات عادی من تو خبردار نیستی ها. یکی از بهترین یابونای برلینه. یکی از سرسبزترین. واقعا آره. حال من دلم درد میکنه. چرا تو خوش داره؟ بریم؟ بریم. 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 من بچه بودم نمیدونی. یه دیکسان آبی زده بهم. جی جنگله. در تصویر چند حیوان میبینی؟ بسر من با این کفش کارا اصلا هیچی حس نمی کنم. اینو الان با پا میتونم بزنم بیرون. تو پا درد میگیره. دقت کردین ما چقدر گاویم از توی جنگل داریم رد میشیم؟ داداش چطوری؟ عالی. بیا بریم گم شیم، مزاحم نشیم. تایتانیک داره میاد. اون کشتی بوم. اینجا جزیره است سامی، درستین؟ اینجا جزیره. بعد از اینکه صبحانه‌مو خوردم اومدم با بچهای قدم اینجا بزنیم. اینجا اگه نمیدونید اینجا اینجا دریاچه است. بدون تکنولوژی زندگی واقعا خیلی بهتره. من الان تازه این دریاچه رو دارم میبینم، تازه میبینم این آبو، تازه اینا این انو تازه دارم میبینم. فقط تا جایی که نیازه استفاده کنید و یعنی نیاز زده استفاده کنید. اگه نیاز ندارید اصلا درش هم باز نکنید. میگه بزرگترین اقیانوس جهان آرام است، پس آرام باش. نگاه کنید الان اقیانوس طوفانیه ولی آرام میشه، پس آرام باش تا بزرگ بشه. باعث آروم کنم اینجا رو. بعد آروم باش، آروم باش. اوکی آروم باش. بزن تیم اون استاد. آروم باش. اونجا دستشویه بو ان میاد. بعد کار خورد و خسته اومدیم دنبال امیر، اومدیم یه قدمی بزنیم توی طبیعت. چی گفتی؟ درود بر شرف. گل خوردم، ناموشن گل خوردم. هوای کم سرده ولی منم کاپشنم توی ماشینه. بریم خونه یه استراحتی بکنیم. چی زدی؟ کار می‌کنی امیر؟ دیشب نمیدونم چی زده، چیکار کرده. ولی هر چی بوده خیلی قوی بوده. این داداشت اینجوری تو چه نظری داری؟ حالا تو طبیعی نداره. گل زده بودن. یه ساعت دنبال چوب بودی که شمشیر بازی کنی؟ امیر یه چالش هفته 24 ساعت گوشی نداره دیگه، زدی به سرش. عنوان گروه دامال، بهترین گروه جهان. شمشیر بازی آری نداشتم، داشتم زندگی من میکردم، یه گاو داشتم یه گوسفند. مرحبا موسا همیشه میگفت بودارم همیشه میگفت بهترین دفاع هم نست. بزن لش کن امیر، دفاعت لش رو یه ساری زندگی میکنی بازی لش رو. بسه سو سو تو فرض کن مال من از این نیزا هست. اسپارتاکوس بود اینجوری مبارزه میکرد. اسپارتاکوس؟ یا همون که گفتی. من شرافت ما به پوله میدم. درسته قبیله ما یکی از یکی گهدرن. ولی من شرافت ما نمیدم. گردن رو بزن. نزن. شوخی کردم میدم. احترام بذارید شمشیر زنم. مبارزه خوبی. من توی این مبارزه یه دست دیگه هم از دست دادم. با دو پا البته سه پا. Good morning, sun. How are you, sky?
تازه اومدم خونه نار خوردم یه حموم رفتم اومدم به کارام برسم ولی اینقدر خستمه نمیتونم اصلا انرژیم خیلی رفته برم دو سه ساعتی بخوابم بعدش بلند شم کلی کار دارم عصری با ما همراه باشین بچه‌ها. من تازه از خواب بلند شدم تو همین الان خواب بودم هوام همینجوری که میبینین تاریک شده یکم ولی از بس خستم بود باید میخوابیدم اگه نمیخوابیدم که دیگه دهنم سرویس میشد. واقعا کاری که میکنم چون که یکم بدنی هم هست خسته کننده است ولی هنوز کلی کار دارم که باید انجام بدم واسه همین نمیتونم مستقیم تا صبح بخوابم پس مجبورم که الان بلند شم و برم به کارام برسم دیگه. دوباره برگشتیم به اتاق گیمینگ. همینجوری که می‌بینین این لامپای پای سری روشن نیستش چون که امروز فیلم نمیگیرم ولی باید فیلمای آخر هفته رو آماده کنم. ایده‌ها رو با هم بچینم، فیلماشون رو آماده کنم، موضوعشون رو بنویسم که آخر هفته که وقت داشتم براتون کلی فیلم رکورد کنم. یکی از فایلای امین پریده از توی دوربینش. الان مجبور کل رمش رو ریکاوری کنه. یه سری هم رم من سوخت، بس کردم به این، بعد این جای یو اس بیش خراب شد، اون گوشه معلومه خرابه. کل فایلام پرید. خیلی زور داره که کل فیلم گرفته باشی بعد یو سری اتفاق کوچیک کل فایلات بپره. الان ساعت 11 شبه. خیلی خستمه. ولی اگه گفتین وقت چیه؟ ورزش. یه چند وقتیه که تصمیم گرفتم هر روز ورزش کنم. خیلی هم مصممم رو این تصمیمم. امیدوارم که با این ولاگ تونستین یکم با زندگی شخصی من، با روتین شخصی من آشنا بشین. همین الان داشتم فیلم میگرفتم یا از پنجره یه زنی گفتش که برو یه جای دیگه تمرین کن، نصف شبی افتادی به جونمون. ایرانی بود، پنجره خونش هم باز بوده، صدای منو شنیده حتما. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده. اگه خوشتون اومده حتما لایک و سابسکرایب یادتون نره. اگه سوالی چیزی دارین میتونین از من بپرسین. نظرتون رو راجع به ویدیوهای اینجوری حتما برام بنویسین. دوستتون دارم. تا ویدیوی دیگه، خدافظ.